سرخط خبرها اقدام تازه تاجیکستان در مرز میان افغانستان و تاجیکستان. طالبان 750 معدن در پنجشیر ثبت شده است. طالبان 19 نفر را در ولایت سرپل شلاق زدند. مقام ایرانی می گوید مرد ربوده شده از ایران 2 ماه در افغانستان گروگان بود. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. اقدام تکاندهندی تاجیکستان در مرز افغانستان و تاجیکستان. همزمان با 2 سالگی سلطه مجدد طالبان در افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه 24 اسد چند پایگاه مرزی جدید را در مناطق خودمختار بدخشان، مرغاب، اشکاشم، روشان، فرخور، شمس الدین شاهین و 5 منطقه خلطان افتتاح کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که کار ساخت و ساز تاسیسات نظامی در فوریه امسال آغاز شده بود و ساختمان پاسگاه‌های مرزی با توجه به اوضاع کنونی در مدت کوتاهی به بهره‌برداری رسیده است. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که مرزبانان این کشور با هر نوع تهدید، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و جنایت فرامرزی مبارزه می‌کنند. 13 اسد خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرده بود که آن کشور شمار پاسگاه‌های مرزی با افغانستان را به بیش از 100 پاسگاه افزایش داده است. او گفته بود که در پی روی کار آمدن طالبان در افغانستان و افزایش تهدیدها از آن کشور، تاجیکستان اقدام به تقویت نیروهای مرزی و تاسیسات نظامی مرزی کرده است. تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از حضور گروه های تروریست در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. این کشورها و روسیه بارها از طالبان خواستند که برای مبارزه با گروه های تروریستی اقدام کنند. در 2 سال حکومت طالبان در افغانستان، روابط با تاجیکستان برتنش بوده است. تاجیکستان درخواست طالبان مبنی بر تحویل دادن سفارت افغانستان به این گروه را رد کرده است. تاجیکستان بر تشکیل حکومت فراگیر با حضور هم اقوام و مبارزه جدی با تروریسم در افغانستان تاکید دارد و از طالبان خواسته است در این مورد اقدام جدی کنند. از سوی نیز، نگرانی جدی از جابجایی تروریست‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان در دوران حکومت طالبان وجود دارد. طالبان بیشتر گفته بودند که برای بهبود روابط با اسلام‌آباد، مهاجران وزیرستانی را از نزدیکی مرز پاکستان به مناطق دیگر افغانستان، از جمله به ولایت‌های شمالی افغانستان منتقل می‌کنند. مخالفان طالبان گفتند که حکومت طالبان اعضای تحریک طالبان پاکستانی یعنی TTP را به ولایت‌های شمالی و هم مرز با کشورهای آسیای میانه مستقر می‌کنند. هرچند طالبان جابجایی TTP به ولایت‌های شمالی را رد کردند. در حکومت طالبان، شاخی خراسان دولت اسلامی یعنی داعش نیز حمله‌های در شمال افغانستان کرده است. برخی از شهروندان آسیای میانه زیر پرچم داعش در سوریه و عراق جنگیدند. پس از شکست داعش در آن کشورها، بیم آن وجود دارد که این عده باعث ناامنی و تهدید شوند. کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان از افزایش تندروی مذهبی و نفوذ تروریست‌ها نگرانند. مرزهای این کشورها با طالبان آسیب پذیر است. در پی سلطه دوباره طالبان در افغانستان، گروه های اسلامگرا و تندرو در منطقه رویای براندازی حکومت ها با توسل با گزینه نظامی را در سر می پرورانند. بر اساس گزارش ها، قدرت گرفتن طالبان الهام بخش گروه های جهادی دیگر شده است. طالبان 750 معدن در پنجشیر ثبت شده است. رسانه های نزدیک به طالبان امروز پنجشنبه 26 اسد گزارش دادند که مقام های این گروه در سفر به ولایت پنجشیر اعلام کردند که استخراج معدن به شدت جریان دارد. در همین حال، شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان در سفرش به پنجشیر گفته که 750 معدن در این ولایت ثبت شده و کار استخراج معدن به شدت جریان دارد. به گزارش طالبان، شهاب الدین دلاور به منظور ایجاد کمیته ولایتی معدن به پنجشیر رفته است. در گزارش رادیو تلویزیون ملی که تحت اداره طالبان است آمده که شهاب الدین دلاور در سفر با والی و مقامات محلی طالبان در پنجشیر در مورد استخراج معدن صحبت کرده است. وزیر معدن و پترولیم طالبان مدعی شده که با استخراج معدن افغانستان از نگاه اقتصادی تا چند سال دیگر هم سطح کشورهای همسایه خواهد شد.
در همین حال او از قرارداد معادن سنگ‌های قیمتی افغانستان خبر داده و گفته طالبان میخوان استخراج دیگر معادن از جمله نفت و گاز آغاز شود. از سوی دیگر طالبان روز سه‌شنبه هفته اسد نیز اعلام کردند که کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر آغاز شده است. طالبان 19 نفر را در سرپل شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان پنجشنبه 2 اسد اعلام کرده که 19 نفر به شمول دو زن از سوی این گروه در یک ورزشگاه در ولایت سرپل مجازات شدند. دادگاه عالی طالبان مجازات هر کدام از این افراد و نوع آن را مشخص نکرده، اما مسئولان محلی طالبان گفتند که هر کدام از این افراد بین 20 تا 39 شلاق زده شدند. بر اساس اعلامیه طالبان، این افراد به اتهام‌های لواطت، زنا، ارتباط نامشروع، خانه درآمد، سرقت‌های مسلحانه، فرار از منزل و توهین به حدیث رسول الله روز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی سرپل مجازات شدند. در اعلامیه آمده است که این افراد بر اساس حکم محاکم طالبان در ولایت سرپل و تایید دادگاه این گروه مجازات شدند. دادگاه عالی طالبان همچنین گفته که این گردهمایی با حضور شمار زیاد از مسئولان محلی این گروه از جمله والی، رئیس استخبارات، فرمانده امنیه، مسئولان محاکم مرافع و ابتدایه و رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر این گروه و تعداد کثیری از باشندگان ولایت سرپل انجام شده است. مقام ایرانی می گوید مرد ربوده شده از ایران دو ماه در افغانستان گروگان بود. داستان عمومی و انقلاب جعفریت در ایران خبر داد که دو ماه پیش مرد میانسال از ولایت کرمان توسط تعداد آدم ربا اختطاف و به افغانستان انتقال داده شد. صالحی نجات می گوید او پس از 61 روز آزاد شد. به گزارش رسانه های ایران او توضیح داد مرد میانسال در حال پیاده‌روی در کنار فرزندش در یکی از پارک‌های شهر جرفت گروگان گرفته شد که با تلاش بیوقفه داستانی و پلیس آگاهی شهرستان جرفت در سلامت کامل آزاد شد. جزئیات چگونگی آزادی او از افغانستان ارائه نشده است. طالبان نیز تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. داستان عمومی و انقلاب جعفریت روز چهارشنبه 25 اسد گفت از لحظه دریافت گزارش آدمربایی تلاش نیروهای پلیس برای رهایی این فرد آغاز شد و با اشراف اطلاعاتی مشخص شد که متهمان فرد گروگان را به افغانستان انتقال دادند. به گفته صالحی، آدمربایان که غیر بومی ولایت کرمان بودند با انگیزه اخاذی از خانواده گروگان مرد میانسال را ربودند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.